سرخط خبرها. یک تن در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان در ولایت پکتیا جان باخت. فاطمه گیلانی: زنان افغانستان خواهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان هستند. مقام‌های آمریکایی: سفارت افغانستان پول ندارد، تعطیل می شود. رهبران فرانسه و آلمان در تماس با پوتین، بار دیگر خواستار تشبث فوری شدند. و خبر خوش: جبهه آزادی افغانستان حملات را علیه مواضع طالبان را اندازی کرد. باید خدا به مجموع خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. یک تن در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان در ولایت پکتیا جان باخت. منابع در ولایت پکتیا میگویند که یک فرد سوپ فروش به نام عبدلادی در ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان کشته شده است. این منابع میگویند که این رویداد عصر امروز شنبه 21 اود در بازار شهر نو ولسوالی سمکنی هنگام تیراندازی یک نیروی طالبان رخ داده است. طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیز نگفتند. اما یک مسئول محلی طالبان به خبرنگار افاق در پکتیا این رویداد را تایید کرده است. قابل یادآوری است که روز گذشته نیز یک دکاندار در ولایت بلخ پس از تیراندازی نیروهای طالبان در ایست بازرسی زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت. فاطمه گیلانی: زنان افغانستان خواهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان هستند. فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین در نشست آنتالیا میگوید که زنان افغانستان بدون هیچ گونه دید تبعیضی و نژادی خواهان به رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان یعنی طالبان هستند. نشست بین المللی سه روزه مجموعه دیپلماسی آنتالیا که دیروز جمعه 20 اود در شهر آنتالیای تریکیه آغاز شد. در این نشست شرکت کنندگان دیدگاه های خود را در مورد مسائل مهم بین المللی و همچنان افغانستان بیان کردند. در این نشست فاطمه گیلانی با تایید سخنان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مجموعه دیپلماسی آنتالیا گفته است که حکومت کنونی افغانستان طالبان است و نباید به گذشته بپردازیم که چه کسان جنایت کرد و چه کسی خیانت نمود. در همین حال امیرخان متقی گفته است که نباید نقصه خارجی بر افغانان تحمیل شود. جهان باید بگذارد که افغانان خودشان حکومتشان را بسازند و تلاش های طالبان در راستای حکومتداری فراگیر ادامه دارد. مقام های امریکایی: سفارت افغانستان پول ندارد، تعطیل می شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام های وزارت خارجه امریکا نگاشته است که سفارت افغانستان در امریکا بدون حمایت یک دولت به رسمیت شناخته شده و به علت نداشتن پول برای پیشبرد امور خود تعطیل می شود. طبق این گزارش که روز جمعه 20 اود به وقت امریکا نشر شد، دیپلماتان افغانستان که توسط دولت سابق و تحت حمایت امریکا منصوب شده بودند، 30 روز فرصت دارند که برای اقامت و یا ویزه بشردوستانه جهت ماندن در امریکا درخواست بدهند. با تحلیل نیویورک تایمز، اگر این دیپلماتان به افغانستان برگردند، ممکن است که با تهدید روبرو باشند و اگر درخواست برای اقامت قانون ندهند و یا ویزه بشردوستانه درخواست نکنند، ممکن است اخراج شوند. با این حال مقام‌های آمریکایی گفتند که این دیپلماتان به افغانستان بازگردانده نمی‌شوند، اما مشخص نیست که کجا خواهند رفت. دو مقام وزارت خارجه آمریکا گفتند که حدود 25 دیپلمات از 100 نفری که در سفارت افغانستان و یا دفاتر مربوط آن کار می‌کردند، هنوز درخواست اقامت ندادند. رهبران فرانسه و آلمان در تماس با پوتین، بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری شدند. شبکه خبری CNN گزارش داده است که نخست وزیر آلمان و مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس 75 دقیقه‌ای از پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است که در اوکراین آتش‌بس فوری اعلام کنند. طبق این گزارش مکرون و نخست وزیر آلمان همچنان در این تماس تلفنی از پوتین خواسته است که به سمت راه حل دیپلماتیک برای مناقشه حرکت کند. طبق گفته های مقام های دولت آلمان،
این گفتگوها بخشی از تلاش‌های بین‌المللی در حال انجام برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. با این حال جزئیات بیشتر این گفتگوها همگانی نشده است. گفتنی است که جنگ روسیه و اوکراین وارد 30 هفته خود شده است. هرچند دو طرف 3 بار با هم مذاکرات انجام داده، اما تا اکنون نتیجه ملموس به دست نیامده است. پوتین تاکید کرده است تا زمانی که به هدفش نرسد، حملاتش متوقف نمی شود. پاکستان مذاکره با طالبان با آنها مشروعیت نمی بخشد. وزیر امور خارجه پیشین پاکستان خطاب به کشورهای غربی می گوید اگر خواهان تشکیل یک دولت همشمول در افغانستان هستند، باید با طالبان گفتگو نمایند و در غیر این صورت نباید از گرسنگی میلیون ها افغان گلایه کنند. او در مصاحبه‌ای در کنفرانس امنیتی مونیخ که چند پیش برگزار شد گفت مذاکره با طالبان به سوی استفاده حقوق بشری و ظلم این گروه بر زنان مشروعیت نمی بخشد. امریکا قبلا در دوحه قطر با طالبان مذاکره کرده است. وای افزود امریکایی ها واقعا افغانستان را ترک نکردند چون هنوز دارایی های بانک مرکزی افغانستان را در اختیار دارند. این در حال است که با گذشت 6 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور همسایه، منطقه و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جبهه آزادی افغانستان حملات خود را علیه مواضع طالبان را اندازی کرد. جبهه آزادی افغانستان که به تازگی علیه طالبان اعلام موجودیت نموده، روز گذشته جمعه 20 اوت حملات را علیه مواضع طالبان در برخی نقاط از ولایات پروان، بدخشان و تخار را اندازی کرد. این جبهه همچنین روز گذشته با نشر اعلامیه بار دیگر ضمن اعلام موجودیت خود گفت که هدفش آزادی و پایان دادن به سلطه طالبان و برقراری عدالت و برابری در افغانستان می باشد. این جبهه مسلحانه افزوده است که بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت، منطقه و زبان، علاوه بر عملیات مسلحانه علیه مواضع طالبان، فعالیت های مدنی نیز خواهند کرد و به سوی تمامی گروه ها و جبهات که علیه طالبان استادگی کردند، دست همکاری دراز می کنند. جبهه آزادی افغانستان می گوید که درباره نوعیت نظام و مسائل کلان ملی و بین المللی با شمار وسیع از گروه ها و شخصیت ها مشوره خواهد کرد. با آمدن فصل گرما، بسیاری ها پیش‌بینی می کنند که جبهات مسلح بیشتر علیه طالبان شکل گرفته است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.